با آقای سلیم پیگیر که از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند. پیگیر صاحب، شما رو به وضع خوش آمدید میگم. هر از گاه میبینیم که همچون اعلامیه ها صادر میشه، حالا به بهانه روز جهانی معرف یک بار دیگر سازمان ملل و طرف های مختلف تاکید کردند که باید حق آموزش برای دختران افغان داده شود، اما چه زمان واقعا میتونیم منتظری تغییر به معنای واقعی کلمه باشه؟ سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون آریانا نیوز. ببینین، اگر راست بگویم، تنهای دختران افغان هستند که میخواین دروازه های مکاتب برویشان باز شود. تنها دختران افغان است که میخواین دروازه های دانشگاه و پانتون ها برویشان باز شود. نه سازمان ملل متحد میخواین، نه امارت اسلامی افغانستان تا بال او قدم های رمانده که مکاتب و پانتون ها برای دختران افغانستان باز شود. این حرف هایی که سازمان ملل متحد میزنه به نظر من بسندام نیست و هم قابل قناعت برای مردم افغانستان نیست. نگفتین چرا؟ امروز اعلان کردن که اکثریت شاگردان که تا صرف شش به طرف دروازه های مکاتب میرن با شکم گرسنه میرن. آیا سازمان ملل متحد در این مورد یک قدم جزئی مانده؟ هرچند اونا میگن که مواد غذایی کمک میکنن برای شاگردان مکاتب تا حداقل بتونن بهتر درس را فرا بگیرن، اما سوال اساسی است که چه کارهای مهم، اساسی و استراتژیک را این سازمان میتونه انجام بده که تا هنوز روی از او توجه نکرده؟ من در طول دو نیم سال در رسانه ها چیر میزنم که سازمان ملل متحد اگر میخواهی که دروازه های مکاتب برای دختران افغان باز شود، تمام کمک ها را از طریق مکاتب دخترها به مردم افغانستان بکن. یک. دو. حداقل یک وقت نان به دختران گرسنه افغان بده در مکاتب، حداقل. ولی باور دارم که هیچ کس، هیچ گروه، هیچ سازمان برابر دختر افغان نمیخواهد که مکاتب برخشان باز شود، به خاطر که دختر افغان است که ضرورتمندانه همی مشکل پیش خود سنجیده و میفهمد چقدر در آینده زن باسواد بر ازی وطن ضرورت است. بنان بیاین که همه ما یک صدا با می دختران افغان شویم که از امارت اسلامی افغانستان دیگه چگونه خواهش بکنیم، با کدام زبان دیگه که همین سال تعلیمی که پیش رو داریم بیان که یک سال امید برای نه تنها دختران افغانستان بلکه به تمام مردم افغانستان یک سال امید برشان بدیم و اعلان بکنیم که سال جدید تعلیمی با دختران افغان یک جای الا صنف 12 پانتونها دانشگاه ها همه برای دختران افغان باز میشه تا مردم افغانستان دیگه. بله. پیگیر صاحب، روزا و تنبای و به یک مورد دیگر هم اشاره کرده، گفته که همین بحث متوقف ماندن تعلیم و تحصیل برای دختران افغان سبب شده که حکومت سرپرست در انزوای سیاسی قرار بگیره و مردم افغانستان بیشترین قیمت از او را پرداخت میکنن. آیا واقعا حل شدن بحث تعلیم و تحصیل دختران میتونه افغانستان از انزوای سیاسی بیرون بسازه؟ ولو همی دروغ باشه، با وجودی که فیصدی های زیاد وجود داره که این بحث شاید دقیق باشه، ولی فکر بکنیم که ما مکاتب باز نمودیم، پانتونا را باز نمودیم، جامعه جهانی ما را به رسمیت نشناخت. آیا ما با این اقدام خود قدم به سوی ترقی گذاشتیم و یا برعکسش؟ آیا در این اقدام خود ما نقص کردیم یا فایده؟ طبیعی که فایده کردیم. بیاین که دختران افغان، اطفال از این وطن گروگان از این نگیریم که اگر مکاتب باز نماییم باز ما را که از برسمیت نمیشناسه باز چطور میشه؟ و مردم مکتب، تعلیم، تحصیل، این جز فرهنگ مردم افغانستان است.
ای مثل اکسیژن واره، مثل نان واره، ضرورت از برزی جامعه. اگر ما میخواییم یک فردای روشن داشته باشیم، فردا مردم افغانستان آباد و آزاد باشند، پس حتمی است که دختر افغان باید درس بخونه، دختر افغان باید تأثیر کرده باشد. پس بیاییم که بدون از هیچ نوع تعبیز، هیچ نوع فکر در این مورد کی ما را به رسمیت میشناسه نمیشناسه، بیاییم که دروازه‌های مکاتب و پانتون برای دختران افغان باز نمایید. سپاسگزارم پیگیر سبزین که در بحث با ما بودین.